استعمال تریاک در ایران از قرن اول هجری آغاز شد. هنگامی که اعراب مسلمان در زمان ساسانیان به ایران حمله کردند، سپاهیان عرب از این زهر مهلک با خود به ایران آوردند. آنها با تریاک آشنایی داشته، برای مداوای ناراحتی‌های جسمی و رفع خستگی از آن استفاده می‌کردند. ایرانی‌ها نیز خوردن تریاک را از آنها آموختند. در ایران ابو علی سینا و زکریای رازی نخستین پزشکانی هستند که خواص تریاک را تقریباً به طور کامل بیان کرده و آن را جزو گیاهان و مواد دارویی قرار دادند و برای درمان بعضی از بیماری‌ها آن را تجویز می‌کردند. استعمال تریاک توسط سلاطین و فرمانروایان بارها مسیر تاریخ را عوض کرده است. در اینجا دو نمونه از وقایع تاریخ ایران را ذکر می‌کنیم. امیر مسعود غزنوی در سال 431 هجری همراه لشکر گران به قصد جنگ با طغرل سلجوقی از هرات به سوی خراسان حرکت کرد. وی بر این تصمیم بود که راه‌های فرار را بر طغرل ببندد و او را غافلگیر سازد. شبانگاه سوار بر فیل به راه افتاد. چون اندکی تریاک خورده بود بر روی فیل به خواب رفت و فیلبانان از بیم امیر فیل را آهسته راندند که وی از خواب بیدار نشود. و همین امر موجب تأخیر در دیر رسیدن به مقصد شد، چنان که طغرل سلجوقی نجات یافت. وقتی امیر مسعود به روستای استوار در قوچان رسید، لحظاتی قبل طغرل آنجا را ترک کرده بود. واقعه دیگر مربوط به شاه اسماعیل دوم، پادشاه صفوی است. وی مدت کوتاهی پس از جلوس بر تخت سلطنت در آغاز جوانی چشم از جهان پوشید. او پادشاهی عیاش و بیبند و بار بود که در خوردن تریاک و مشقات آن افراط می‌کرد. با افراد پست و حقیر انیس و جلیس بود. در شب 13 رمضان سال 985 هجری قمری به اتفاق حسن بیک حلواچی اغلی هم صحبت دائمی خود و چند تن دیگر به عزم گردش از قصر شاهی بیرون رفت و تا اواخر شب در کوچه ها و محلات شهر به گشت و گذار مشغول بود. در بازگشت به خانه حسن بیک حلواچی که متصل به قصر شاهی بود رفت و در همانجا خوابید. میزبان نیز در همان اتاق شب زنده داری کرد. بامداد اطرافیان هرچه انتظار کشیدند، میهمان عالی مقام و میزبان از اتاق خارج نشدند. چون انتظار به درازا کشید، ناچار حکیم کوچک را که از مغبران درگاه بود به پشت در خوابگاه فرستادند. حکیم پشت در به رسم دعا و نیاز تکلم آغاز کرد. حسن بیک حلواچی فریاد برآورد که ای حکیم، مرا یاری سخن نیست. به هر طریق که ممکن باشد در را بگشایید. وقتی در خوابگاه را گشودند، شاه اسماعیل که اندک رمقی در تن داشت، همان لحظه بدرود حیات گفت. در دوران شاهان صفوی تا اوایل سلطنت شاه عباس، خوردن تریاک و مشقات آن چنان رواج یافت که حتی سربازان جوان نیز بدان مبتلا شدند. شاه عباس که از رواج روزافزون تریاک و تنباکو مخصوصا از اعتیاد سربازان به شدت بیمناک شده بود، مبارزه شدیدی را علیه اعتیاد آغاز کرد. نصرالله فصفلی مورخ معاصر می نویسد شاه عباس در سالهای اول پادشاهی با دو چیز به دشمنی برخاست. یکی ریش و دیگری تریاک. در سال 10 سلطنت خود فرمان ریش تراشی عام داد و به این حکم چنان به خشونت و سختی اجرا شد که در بسیاری از شهرهای ایران ریش سادات و صلحا را هم تراشیدند. یک سال پیش از آن، یعنی در سال 1005 هجری نیز، کارمندان معتاد دربار خود را تصفیه کرده بود. در سال 1267 به دستور امیرکبیر کشت خشخاش در اطراف تهران آغاز شد، زیرا وی معتقد بود که از آب و هوای نقاط مختلف ایران باید در کار زراعت حد اکثر استفاده را برد و گیاهان پرسود را در زمین‌های مساعد پرورش داده به کشورهای خارج صادر کرد. در حقیقت حمایت از اقتصاد ملی محور سیاست صدر اعظم با تدبیر ایران را تشکیل می‌داد. اتفاقا فکر و اندیشه او به نحو شایسته‌ای جامع عمل پوشید. آزمایش کشت خشخاش صائب بودن اندیشه امیرکبیر را تأیید کرد. محصول به دست آمده بیش از تمام کشورهای محتوی مورفین بود. به همین جهت بسیاری از زمینهای زراعی مخصوص کشت جو و بقلات به کشت خشخاش اختصاص یافت و تریاک رقم قابل توجهی از صادرات ایران را تشکیل داد.
دولت هند از ورود تریاک ایران به آن کشور ممانعت کرد، ولی در برابر اقداماتی با جدیت صدر اعظم مقتدر ایران تسلیم شد و تریاک از راه هندوستان به بسیاری از کشورها صادر گردید. سود قابل توجه فروش تریاک موجب شد تا زمین‌های مخصوص کشت غلات، پنبه و محصولات دیگر به خشخاشکاری اختصاص پیدا کند و نتیجه آن یک قحطی بزرگ در سالهای 172 تا 1871 بود که خشکسالی و عوامل دیگری هم در آن دخیل بودند، به ویژه در اصفهان که رودها و نهرهای زیادی در آن واقع بود. در شیراز، بهبهان و کرمانشاه بیشتر زمین‌ها به کشت این محصول اختصاص یافت و همین موجب کمیابی و گرانی گندم و غلات دیگر شد. مرغوب‌ترین تریاک معروف به تریاک عربستانی در دسفول و شوشتر کشت می‌شد. تریاک یزد و ساری و بابل هم تریاک مرغوبی بود. در سال 1907 حدود نیمی از کل صادرات تریاک ایران به چین می‌رفت. هنگامی که دولت چین از اعتیاد چینی‌ها دچار وحشت شد و ورود تریاک را ممنوع اعلام کرد، صدور تریاک ایران نیز به این کشور متوقف شد. ممانعت از ورود تریاک به چین منجر به جنگی شد که شامل خسارات جانی و مالی زیادی برای مردم چین بود. بدین قرار که سودگران بی‌انصاف انگلیس در برابر تصمیم زمامداران چین مقاومت نشان داده، به صدور و تجارت تریاک ادامه دادند. مسئولان چینی که از بی‌اعتنایی سودگران انگلیسی سخت عصبانی بودند، در یک فرصت مناسب بیش از 2200 صندوق تریاک قاچاق انگلیسی ها را به دریا ریختند. عمل چینی ها برای دولت مغرور انگلستان قابل تحمل نبود، لذا در سال 1840 میلادی به دولت چین اعلام جنگ داد. جنگ افتضاحانه‌ای که در تاریخ به جنگ تریاک معروف است. جنگ با شکست چین پایان یافت و کشور مغلوب مجبور شد مبلغ 6 میلیون دلار بابت تریاکی که به دریا ریخته شده بود و 15 میلیون دلار به عنوان خسارت جنگ به انگلستان پرداخت کند. همچنین جزیره هنگ کنگ را به کشور فاتح واگذار کند و چند بندر از بنادر خود را در اختیار آنها قرار دهد. گرچه دولت انگلستان در جنگ پیروز شد، ولی حیثیت و اعتبار خود را از دست داده، لکه ننگی در تاریخ بر جای گذاشت که هرگز پاک نخواهد شد. تریاک در طب سنتی دارای طبع سرد و خشک معروفی شده است. خواص ضد درد، ضد اسهال، ضد سرفه و خواب‌آور برای آن قائل هستند. تریاک در گذشته به دلیل نبود پیشرفت‌های علمی امروزی به عنوان یک ماده تسکین دهنده درد و بی‌حسی موضعی مورد استفاده قرار می‌گرفت. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید. لطفاً ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ممنون از نگاه پرشورتون.